من اومدم با ویدیوی روم تور، میخوام از همین دم در شروع کنم و کامل اتاق بهتون نشون بدم. خودتون بهم گفتید که ویدیو روم تور رو بذار و اینا، من تصمیم گرفتم که اتاق بهتون نشون بدم. پس خوش اومدید به اتاق جدیدم. از اینجا که در وارد میشیم اینو داریم که اون اتاق هم داشتم و ویه دیگه، یه ویه ساده است که به یک نجاری ساده واقعا سفارش دادم. میخوام بهتون بگم هر چیزی رو از کجا خریدم. خب میرسیم به اینجا، این یه نمای کلی از اتاقم. از کمودا شروع میکنیم. اون کمودای بالایی که واقعا هیچ چیزایی که یادگاری ها، مثلا اسباب بازی ها و چیزایی که واقعا در حال حاضر به درم نمیخوره و خیلی دیر به دیر استفاده میکنم. در اول یه سری از کفشامه. دومین در لباسای پاییزه و زمستون است و میرسیم به کشو. کشو اول شلوار جینامه. اینجوری لباسا رو لوله کنید خیلی بهتر میشه. و کشوی دوم که میشه اینجا شالامه. و کشوی سوم چیزایی که زیاد لازمشون ندارم، مثل این لباسا و رو تختی و زیرانداز و اینجور چیزا، گذاشتمشون اینجا. میرسیم به در سوم. اینا لباسای بهاریه و کلن ایناه. بعد کشوی اول لباس سیراب و اینجور چیزاه، حوله و اینجا هم لباسای تو خونه ای و تیشرت ها و تمام ایناست. و کشوی سومش واقعا خالیه، هنوز هیچی توش نذاشتم. و اینم از این. در سوم لباسای بیرونی و کلا مهمونی طوره، لباس مدرسه هم، لباس باشگاه. این واقعا اونجا دیگه جا نشد، گذاشتمش اینجا. یه سری اسباب بازیه و ساک باشگاه. کشو اول یه سری، بذارید اونو براتون توضیح بدم که چی اینجاست. خودتون میدونید من خیلی عادت به نوشتن دارم و اینجا همه دفتره یادگاری و نوشتن و دفتر برنامه‌ریزی قدیمیم و پلنرام و ایناه که همه رو چیدم اینجا. اگر یه روز خواستید میام و هم بازشون میکنیم و میبینیم. اتفاقا چند روز پیش که ملی اومده خونم و داشتیم با هم میدیدیم چقدر باحال بودن خاطرات هم و اینا. میتونیم توی یه ویدیو با هم ببینیمشون. این کشوی دوم یه سری وسایل بهداشتیه که واقعا همین سری نمیشه، ولی این اورگنایزرها خیلی چیز خوبیه. اینا هم پیجاشو براتون میذارم توی دیسکریپشن یا کامنت ها. و جعبه شکلات توش یه سری اکسسوریه. و دوباره آخری هیچی توش نیست و میبندیمش. و آخرین بخش، بخش کیفاه که قشنگ اینجا مرتب شدن. اونجا بیشتر توت بگا و اینجور چیزا. خب برسیم به اینجا. اینجا اول کلن سرویس من همون سرویس قدیمی اتاقمه، فقط اینو دادم روش عوض کردم، پارچهش عوض کردم و این پارچه رو انداختم، خیلی به اتاق اومده. بعد اینم یکی از عروسک های قدیمی رو گذاشتمش اینجا، شب بغلش کردم و خوابیدم. بعد اینجا، اینجا یه نای ترولی هاست که جاهایی که وسایل ایکیا رو دارن میتونین ازشون بخرید. یه دونه مودبورده که پارسال درست کردم، امسال هنوز نرسیدم که درست کنم. کتابیه که دارم در حال حاضر میخونم، نخست هیولا رو زیبا میکنیم در مورد استرس. این اون یکی کتابیه که دارم به زبان اصلی میخونم. و دفتریه که توش خاطراتم رو مینویسم و دفتری که پلنرمه. اینم پارسال هدیه گرفتم، امسال دیگه توش نوشتم. دو تا قرص اینجاه، ناپروکسن و اسلامینوفنه. و یه تقویم، یه دونه گیاه گرفتم برای اینجا و گذاشتمش این تو. اینجا هم اسپیکر، کیسه آب گرم و یه دونه عوده که به این صورت اینجا رو خیلی دوست دارم. و بریم سمت میز تحریرم. بخش مورد علاقه اتاقم کتابخونه و میز تحریرمه، چون بیشتر وقتم اینجا. بریم که بهتون نشونش بدم. اینجا سطل آشغاله
که این سرل آشغاله دفورمه رو خیلی دوست دارم، از مرکز خرید سانا خریدم طبقه بالاش. این یه آبه گذاشتم اینجا که آب بخورم، سال جدید زیاد آب نخورده بودم، امروز اینو پر کردم که حواسم باشه و آب بخورم. اینجا یه سری خرت و پرتایی که استفاده میشه، قیچی، کش، ماژیک و اینجور چیزا، دستمال، اون مثلا لیپ بالم وجده که استفاده میشه. این یه شمه که ملینا برام خریده و گلایی که بازار گل رفتم خریدم. این کامپیوترمه، آیمک 2021 و رنگ سبزشه. اینم پیدا کردم تو وسایل و گذاشتمش اینجا. این خیلی اینو دوست دارم، این تقویممه و برای مغازکه. و اینم کتابایی که الان میخوام بخونمش، گذاشتمش اینجا. این یه دونه فکر کنم بهش میگم پیگ بورد اگه درست بگم. من اتاقم خیلی اکسسوری نیاز داره و نداره هنوز. اینجا باید مثلا دو تا چیز آویزون کنم، اینجا باز باید ماژیک و اینا بذارم، اینجا میتونی برگه بذاری و اینجا هم میتونی هر چیزی دلت بخواد بذاری. اینم توی ویدیوی لوازم تحریر بهتون نشون دارم، یه سری سوزن و اینجور چیز هست. خب بریم سر کشو. کشوی اول بیشتر قاب و یه سری دفترچه یادداشت‌های مختلفه و قاب و این شارژر یه تیکه از موس و اینای آیمکه. و کشوی دوم یه دونه دیگه این ارگنایزر رو گوشم، این دستمال عینکمه. و دوباره دفترچه‌هایی که بالا جا نشد از این برگه ها توی این کیس های ایرپاد هم و اینا رو گذاشتم و اینطوری مرتبش کردم. و این کشو که خودکارامه و مداد رنگی هم. این کشو همیشه پوشه هایه و پوشه های مختلف و اینجور چیزها رو همه رو من میچینم اینجا. و اینجا کتاب های درسیمه و دفتره درسیم. و بخش مورد علاقه اینو حقیقتا مامانم خریده و من تا دیدم اومدم وستش کردم اینجا. دوستانم نمیدونم باید توش شم بذارم یا گل، به هم بگید. و اینجا از توی این کتاب خونم قسمت اولش مورد علاقمه. اینا کتابایی که ذره خوشگل‌تر بودن رو گذاشتم. اینا یه سری کتابایی هن که زبان فارسی هن، اینا زبان انگلیسی هن. چند تایشون رو خوندم، بقیهشون رو باید بخونم. و اینا مامانم برام خریده، خیلی شبیه منه و حقیقتا خودش توصیف کرده و اینو ساختن. اینا بقیه کتابامه که اینجوری چیدم اینجا. طبقه بعدی یه سری دیگه از کتابایی که اینا هم بیشترش رو خوندم ولی خیلی هاشم نخوندم. و کتاب بعدی زره طبقه بعدی کتابخونه زره کتابایی که قدیم تر میخوندم و بچگیام با این کتابا شروع کردم، و خانه درختی، کیتی، هدیه پنی به تو و اینجور چیزا. اونجا هم یه سری کتابایی که واقعا گذاشتم اونجا. اونجا هم سری کتاب درسیایی که اونجا جا نشد، مثل کتابای تست و کلاس زبانم و اینا. میرسیم به این قسمت که پرده است و بالکونه. بالکون واقعا چیز زیادی نداره، یک بالکون ساده است و اینجوریه. و سلام، این یک گیاه جدیده که خریدم، اسمش اگر پیدا کنم براتون میذارم. خیلی دوست داشتم این گیاه داشته باشم از قبل، بعد اینطوری بودم که بریم خونه جدید و میخرمش. این آینه هم که همیشه داشتم آوردمش اینجا، زدمش به دیوار چون که برای من قد من کوتاه شده بود وقتی میذاشتمش اونجا. 40 سانتی آوردیمش بالا و سلام. خب میرسیم این قسمت. بچه ها اگر میخواید اتاقتون رو دکور کنید، به نظرم برید پینترست و اونجا هرچی که به نظرتون قشنگ اومد اونا رو اجرا کنید. واقعا اینجا همه ایده هاش رو خودم پیدا کردم و دادم برام اجرا کردن. باید در اینجا میبینید اکسسوری بخرم خالیه، ولی اینجا این دوتا داریم، اونا رو داریم. اینجا
یه جا جواهری گوشم، این عطر بچگی همه خیلی دوستش دارم و واقعا هر موقع حالم بد میشه میام بوش میکنم، یه سری براش و اینجور چیزا. و اینجا عطرامو گذاشتم و عینکم. اینجا لوازم های آرایشیه، پایین لوازم پوستی و مو و کلن کرم و اینا، و پایینم براش بدن و یه دونه صدفه. اینجا هم این قسمتم شم گذاشتم، باید برای اینو جاشمی بخرم، جاشمی خوشگل پیدا نکردم. یه دونم این که آنیسا برام خریده و این از این قسمت. اگه اکسسوری باحالی که به نظرتون اینجا میتونم بذارم پیدا کردید برام بفرستید. آها اینم فرش اتاقمه، خیلی پپولی و باحاله. بذارید یه توضیحی هم در مورد این بهتون بدم. اگه خواستید فرش بخرید، من رفتم بازار تهران و از قسمت فرش فروشا این فرش رو خریدم. قیمتش هم خیلی خوب بود. من اول میخواستم کل اتاقم پالازموکت کنم، ولی گرونترین قیمتش هم خیلی زبر بود به نظرم. این خیلی 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 نرمه و خب هر موقع هم بخوای اونقدر قیمتش زیاد نیست، شاید بتونی بعد چند سال عوضش کنی. ولی پالازموکت هم قیمتش بالاتر بود و خیلی 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 زبرتر از این بود. حالا نمیدونم چرا. میگم نمایندگی پالاز هم دقیقا بغل این فروشگاهی بود که من ازش اینو خریدم و هرچی فکر کردم دیدم که این خیلی بهتره. پادری هم فکر میکنم انگلیش هوم باشه، دقیقه میدونم. و میریم توی سرویس بهداشتی و حموم. سلام، این یه دونه آینه است، جای مسواک، مایه دستشویی و اینم که دستمال کاغذی و روشوییه. اینجا یه شلف زدم، این خوشبو کننده است. این البته خراب شده، هر کاری میکنم پیس پیس نمیکنه، نمیدونم مشکلش از کجاست. و یه سری وسایلی مثل برس و کرم و اینایی که اینجا استفاده میکنمه. و اون ورترش هم که دوش و ایناه، بریم اونجا هم بهتون نشون بدم. این شامپو بدن اسکراب، اینا رو برای هتله، دیدم خیلی قشنگن، گذاشتمشون اینجاست. اینجا هم که دیگه شامپو نرم کننده و کرم موژه. دیگه اینم از اتاق من. یادتون نره که به چنل یوتیوبم سابسکرایب کنین، کلی ویدیو جدید توی اتاق جدید داریم و کلی ویدیو خفن توی فکرمه و الان دیگه راحت میدونم اینجا هر جوری میخوام براتون ویدیو بگیرم. لایک، کامنت و به دوستاتون معرفی کنین. چنل تلگرامم، پیج اینستاگرامم یادتون نره که فالو کنین، براتون همه رو میذارم توی دیسکریپشن. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی فعلا.